سرخط خبرها. وزیر خارجه آمریکا: نگرانی های زیادی درباره ایران داریم. ایستادگی سازمان ملل در مقابل تصمیم آمریکا. روسیه دریای سیاه را تصاحب کرد. و سرقت تسلیحات ارسالی غرب برای اوکراین. سلام، به این سرویس خبری با من فاطمه از کانال خبرکده خوش آمدید. وزیر خارجه آمریکا: نگرانی های زیادی درباره ایران داریم. به گزارش خبرنگار ایرنا، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه دولت جو بایدن روز جمعه به وقت محلی در نشست امنیتی اندیشکده آسپن با تکرار ادعاها و هراس از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در پی نقض برجام از سوی کشورش افسود: ما نگرانی های زیادی در مورد ایران داریم. ما نگران این امر هستیم که محدودیت های در نظر گرفته شده در برجام دیگر درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد و زمان گریز هسته‌ای این کشور که در زمان برجام بیش از یک سال بود اکنون به چند هفته کاهش یافته است. وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای واشنگتن اضافه کرد: ما نگران اقدامات تحریک‌آمیز ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای این کشور هستیم. ما نگران ارتباط ایران با گروه‌های مختلف در منطقه و اقدامات بی‌ثبات کننده آن هستیم. بلینکن در تداوم ادعاهای واشنگتن درباره پهپادهای ایرانی ادامه داد: پهپادهایی که ایران به روسیه ارائه کرده است، اکنون تأثیر واقعی در اوکراین دارند. اکنون روسیه نیز توانایی‌ها و قابلیت‌هایی در اختیار ایران قرار می‌دهد که تهران می‌تواند از آنها در منطقه استفاده کند و این امر عمیقاً نگران کننده است. ایستادگی سازمان ملل در مقابل تصمیم آمریکا. به گزارش اسپوتنیک، استفان دوجریک دبیر کل سازمان ملل متحد، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفت: گزارش‌های مربوط به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای آمریکایی توسط کیف مایه نگرانی است. وی گفت: ما این گزارش‌ها را دیدیم. بسیار نگران کننده است و همانطور که بیان کردیم، این نوع مهمات باید به تاریخ بپیوندد و نباید مورد استفاده قرار بگیرد. در هفته ژوئیه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم خود را برای ارائه گلوله‌های خوشه‌ای به رژیم کیف اعلام کرد و یک هفته بعد پنتاگون گزارش داد که اوکراین قبلاً آنها را نه تنها از ایالات متحده بلکه از سایر کشورها نیز دریافت کرده است. روسیه دریای سیاه را تصاحب کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای روسی در حین انجام رزمایش در شمال غرب دریای سیاه به اهدافی در این منطقه موشک ضد کشتی شلیک کردند. این وزارتخانه جمعه 30 تیر در بیانیه‌ای تصریح کرد: کشتی‌های ناوگان دریای سیاه روسیه یک هدف شناور در منطقه رزمایش در شمال غرب دریای سیاه را با موشک‌های ضد کشتی کروز هدف قرار دادند. پیشتر مسکو در روز پنجشنبه اعلام کرد شناورهای ورودی به این منطقه که عازم اوکراین هستند را اهداف نظامی در نظر می‌گیرد. در همین رابطه سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز گذشته اعلام کرد روسیه در صدد حمله به کشتی‌های حامل غلات اوکراین در دریای سیاه است تا پس از آن نیروهای اوکراینی را به انجام این حملات متهم کند. دولت اوکراین هم چهارشنبه روسیه را در حمله شبانه به زیرساخت‌های صدور غلات در دو بندر واقع در دریای سیاه متهم کرد. و سرقت تسلیحات ارسالی غرب برای اوکراین. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گزارشی از دفتر بازرسی کل پنتاگون نشان می‌دهد بخشی از تسلیحات ارسال شده از کشورهای غربی برای اوکراین ناپدید شده و احتمالاً به دست گروه‌های تبهکار افتاده است. طبق آنچه CNN بر اساس سند پنتاگون گزارش داده، بررسی‌های انجام شده در خصوص تسلیحات ارسال شده به اوکراین بین بازه زمانی فوریه 2022 تا سپتامبر 2022 نشان می‌دهد که بخشی از سلاح‌های ارسال شده از غرب به دستان گروه‌هایی که قرار نبوده رسیده است. البته در نسخه علنی شده گزارش دفتر بازرسی کل وزارت دفاع آمریکا،
بخش‌هایی از مطالبی که به توضیح درباره قرار گرفتن این سلاح در دستان گروه‌های ناخواسته می‌پردازد، لاک گرفته شدند. طبق گزارش CNN روزی گذشته، یک گروه تبهکار پس از نفوذ به یک گردان، از گروه‌های داوطلب سلاح‌های مختلفی از جمله یک نارنجک انداز و سلاح‌های دیگر را به سرقت برده است. در همان ماه گروهی از تبهکاران اوکراینی که خودشان را نیروهای امدادی جا زده بودند، معادل 17000 دلار جلیقه ضد گلوله سرقت کردند. ممنون که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید. برای مطلع شدن از آخرین تحولات ایران و جهان ما را دنبال کنید.